سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. تو این ویدیو اومدیم با هم دیگه بریم یه اتک خیلی خیلی خفن از یه وار خیلی خفن با هم دیگه ببینیم. اتک هم با الکترو هستش و خیلی روش خیلی خوبیه واسه اتک زدن با الکترو، واسه تانهالای بالا، بالای 12 میگم و زیر 12 که روششو گذاشتم قبلا. خب اینجا ترکیب همونجور که میبینید درای مکس، الکترو مکس. خب از این طرف خالی میکنه سمت تانهال و بالون زیاد ساخت. بچه ها بالوناتون زیاد باشه، همه این نیروها رو هم با پشت سرش خالی کنید. یه دونه خشم اینجا، یه دونه خشم اینجا، یه دونه یخ روی برجهنمی، یه دونه یخ دیگه روی کلن کستل حریف، نیروهای کلن کستل حریف که نتونن بزنن. خاطر هم این روش میخنداخت. دو تا یخ دیگه داره، یکی شور انداخت روی توپخانه عقاب. خشماش همش استفاده کرد اینجا. بعد یه دونه یخ دیگه داشت که جای خیلی خوبی انداختش روی برج جهنمی. داخل اتکا اصلا اگه هیرو ها نباشن اصلا اتک هیچ، اینها هیچ، اصلا نمیشه بدون هیرو، اصلا نمیشه. اصلا ما چه هر وقت هیرو هاتون سر کاره اصلا اتکی نزنید، همه ایش زرد. الان مثلا همین کوین اگه نباشه اصلا اینها هیچ، اصلا نمیشه سرد بزنید. این حیوانات خانگی هم خوب میزنن، لیولیشون رو ببری بالا نگاه، خوب داره میزنن، لیول هاشون رو ببرید بالا خیلی خوبه. من تازه بازش کردم، هنوز لیولشون رو بردم بالا، خاطر هم یه خورده ضعیفه. خب یه ذره سرعت بریم بالا، این اتکو کامل بزنیم، بریم اتکو دوم هم ببینیم با هم دیگه. خب اتک دوم، خب اتک دوم با الکترو لیول 5 مکس نیست. 12 تا بالون دارید اون همی کشتی هوایی ها مکسی کشتیش. خب همه این نیروها رو به صورت خطی از سمت ساعت 9 مپ خالی کرد. همه یه چیا، همه بالون ها رو هم پشت سرشون انداخت، هیروها رو هم پشت سرش، یه دونه خشم انداخت الان روی تانهال، یکی این طرف، یه دونه دوتا یخ انداخت روی هم روی تانهال هم روی کلن کسل. قدرت واردن هم زد و خوب جای زده، یعنی زده شد بیشتر نیروهاش همون موقع میمردن. کوین ها که میشه رو همون ننداخته نمیدونم، ولی باید بنداده توشون چون نیروهاش جونشون خیلی کمه. هنوز دو تا خشم دیگه داره با یه دونه هم یخ بو، همه خیلی چی داره. خب یه دونه خشم اینجا استفاده کرد، نیرو همه شون جونشون کم شده، یخ خیلی جای خوبی انداخت و بیشتر الکترو زنده موندن. داخل اتک اگه مثلا روش درست مثلا بندازی چیارو و خشمو مثلا اسپلار کنن، همین اسپلار داخل هر اتکی دقیق مثلا زود الکی نندازیشون هدرشون ندی، راحت میشه سه ستاره بزنی مپو. فقط باید به موقع بندازی اونا رو، اگه به موقع ننداختی خراب میشه، باید به موقع بندازی که بتونیم راحت نخست استفاده کنیم. الان مثلا اگه اینجا اگه زود همه اسبلا رو استفاده میکرد اتکش ستاره نمیشده احتمال زیاد. خب بچه ها اینم از این ویدیو بود، امیدوارم از این وار و این اتکا خیلی خوشتون اومده باشه. خوشتون حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید و تا ویدیوهای بعدی خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.